صنعت و بازار خودروی ایران سال آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت و سرنوشت تولید و منحنی قیمت چه خواهد شد بررسی ها نشان می دهد سال 1401 هرچند با رشد تولید خودرو همراه بود اما بازار شرایط بسیار ملتهبی را به خود دید حالا پیش بینی می شود که با تداوم تولید خودرو واردات و همچنین قیمتگذاری مناسب سال 1402 سال متفاوتی باشند این که صنعت و بازار خودروی ایران سال آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت و سرنوشت تولید و منحنی قیمت چه خواهد شد پرسش این روزهای بسیاری از شهروندان است سال 1401 هرچند با رشد تولید خودرو همراه بود با این حال بازار شرایط بسیار ملتهبی را به خود دید و منحنی قیمت نیز به شکلی نجومی بالا رفت این در حالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها فریز شد و مجوزی برای افزایش از سوی نهادهای مربوط صادر نشد. از همین رو فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت بالا رفت و بازار به کام دلالان و باسطه گران شد. در سال 1401 همچنین شیوه فروش خودرو در بورس کالانیز تست شد اما دوامی نیافت. حذف قرعه کشی و اجرای طرح ابرطرح فروش خودرو و همچنین پیش فروش خودروهای خارجی نیز از جمله دیگر اتفاقات خودرویی 1401 به شمار می روند. حالا برای شهروندان این پرسش ایجاد شده که در سال 1402 شرایط تولید، فروش و البته قیمت خودرو چگونه خواهد بود؟ طبق آنچه وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام کرده قرار است در سال آینده بین یک میلیون و ش... اگر فرض کنیم عددی بین این دو رقم حاصل شود سال آینده باید شاهد تولید یک میلیون و هفتصد هزار دستگاه خودرو در کشور باشیم اما آیا وزارت سم سال آینده و و در حوزه خودرو میتوان اتفاقات و چالش های امسال را مد نظر قرار داد پاسخ به این پرسش که چرا هدف یک میلیون و هزار دستگاهی وزارت سمت در خودروسازی تا یه محقق نشد میتواند وزارت سمت و خودروسازان را برای تحقق اهداف امسال کمک کند. خودروسازان کشور در 1401 با چالش های مختلفی در تولید مواجه شدند و همین چالش ها بود که اجازه نداد هدف تولید یک و میلیون دستگاهی محقق شود. البته این را نیز نباید فراموش کرد که هدف گذاری وزارت سمت با واقعیت خودروسازی کشور همخانی نداشت و از همان ابتدا میشد شد حد زد که تیراج یک میلیون و هزار دستگاهی محقق نمی شود. بزرگترین مشکلی که خودروسازان تا یه سال 1401 با آن مواجه بودند به مسئله تأمین نقدینگی مربوط می شود. این موضوع ارتباط مستقیم با سیاست قیمتگذاری دستوری دارد چون که در سال 1401 قیمت خودروها فریز شد و افزایش پیدا نکرد هرچند خودروسازان به واسطه ی عرضه محدود محصولاتشان در بورس کالا توانستند تا حدی اوضاع نقدینگی خود را بهبود ببخشند اما این اتفاق به تنهایی برای رسیدن به تیراژ یک میلیون و هزار دستگاه کافی نبود. بنابراین در سال 1402 نیز تأمین نقدینگی همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت مگر آنکه سیاست دولت در حوزه قیمتگذاری خودرو تغییر کند که ظاهرا کرده است در حال حاضر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان مسئول و مرجع آنالیز هزینه تولید و تعیین قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شده و شورای رقابت نیز روی قیمتهای اعلامی از سوی این سازمان نظر خواهد داد. طبق آنچه این روزها قطعه سازان و برخی مسئولان وزارت سمت میگویند قرار است بین سی تا هفتاد درصد به قیمت کارخانهای خودروهای داخلی در سال 1402 اضافه شود این موضوع را شورای رقابت نیز رد نکرده است بنابراین رشد سی تا هفتاد درصدی قیمت کارخانه ای خودروها اتفاق بعیدی در سال 1402 نیست از طرفی بناست هر سه ماه یک بار قیمت خودروها مورد بازنگری قرار بگیرد اگر این سیاست طبق وعده‌ای که داده شده به اجرا در بیاید به نظر میرسد خودروسازان در سال آینده تا حد زیادی از پس چالش تأمین نقدینگی برایند با توجه به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا منتفی شده شیوه قیمتگذاری فصلی مشروط بر آنکه هزینه های تولید را پوشش داده و سودی عادله برای خودروسازان در نظر گرفته شود خیال خودروسازان را بابت تأمین نقدینگی در سال 1402 راحت خواهد کرد البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که خودروسازان بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و جبران آن به این راحتی ها نخواهد بود به هر حال قیمتگذاری فصلی می تواند پایانی باشد بر سالها زیاندهی خود رو سازان بزرگ کشور. به عبارت بهتر آنها نه تنها دیگر از محل فروش محصولات خود با قیمتهای کمتر از هزینه تولید ضرر نخواهند کرد بلکه می توانند رفته رفته از زیان انباشته خود نیز بکاهند. بنابراین سال آینده می تواند سال مالی خوبی برای خودروسازان باشد البته مشروط بر اینکه سیاست ها در حوزه قیمت گذاری دستخوش تغییر نشود با این فرض وزارت سمت می تواند امیدوار باشد که در سال 1402 به هدف تولید مدنظر خود رسیده و حداقل به آن نزدیک شود اگر در سال 1402 شاهد احیای برجام یا توافقی شبیه آن و در نتیجه لغو تحریم باشیم این موضوع میتواند کمک بزرگی به تحقق هدف تولید یک میلیون 600 هزار تا 1 میلیون و 800 هزار دستگاهی خودرو بکند در صورت لغو تحریم ها امکان بازگشت خودروسازان سازان خارجی به کشور خواهد بود ضمن که تأمین قطعات و مواد اولیه از خارج نیز مسیر هموارتری خواهد داشت اما علاوه بر مسئله تیراژ سال آینده شاهد عرضه محصولات جدیدی در خودروسازی کشور نیز خواهیم بود و از آن ممکن است برخی خودروها نیز از خط تولید خارج شوند طبق قول و قراری که خودروسازان اند در سال آینده محصولاتی مانند ریرا تی اف 21 از سوی ایران خودرو و سهند اطلس و ال ایرانی نیز توسط سایپا و پارس خودرو وارد سبد تولیدات آنها شده و روانه بازار می شوند. همچنین احتمال خروج محصولاتی مانند پژو پارس نیز از خطوط تولید خودروسازان وجود دارد اگر وعده خودروسازان در مورد عرضه محصولات جدید محقق شود سال آینده شاهد یک پوست اندازی در سبد محصولات صنعت خودروی کشور، خواهیم بود. اما مسئله مهم دیگر که بسیار مد نظر شهروندان قرار دارد، حال و هوای بازار خودرو در سال آینده است. آیا قیمت خودرو در سال آینده و روند صعودی خود ادامه خواهد داد؟ آیا با تثبیت قیمت مواجه خواهیم بود یا اینکه کاهش قیمت در انتظار خودرو هاست؟ هرچند با توجه به برنامه تولید وزارت سمت از یک سو و واردات خودرو از سوی دیگر انتظار می رود عرضه و تقاضا در بازار خودروی ایران به سمت تعادل برود با این حال آنچه بیشترین تأثیر را بر قیمت خودرو در بازار خواهد داشت انتظارات تورمی و همچنین قیمت ارز است این دو عامل تا یه دوران تحریم بسیار در بازار خودرو تعیین کننده بوده و نزول منحنی قیمتها در بازار خودرو وابستگی زیادی به آنها داشته است البته که رشد تیراژ و افزایش عرضه چه از مسیر خودروی داخلی و چه از راه واردات می تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت در بازار خودرو طی سال آینده داشته باشد اما فاکتورهای تعیین کننده اصلی همچنان انتظارات تورمی و قیمت ارز خواهند بود اگر قرار بر رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز در سال آینده باشد منحنی قیمت و بازار خودرو نیز روند صعودی به خود خواهند گرفت از دیگر سو اگر انتظارات تورمی فروکش کرده و قیمت ارز نیز نزولی شود یا حداقل شرایطی نسبتا پایدار را تجربه کند می توان روزهای آرامی را برای بازار خودرو در سال 1402 پیش بینی کرد اما یکی از علامت سؤال سوال بزرگ بازار خودرو در سال آینده به موضوع واردات مربوط می شود. برای بسیاری از شهروندان جای سوال است که در سال 1402 چه تعداد خودروی خارجی وارد کشور خواهد شد و پرسش دیگری این است که واردات چه تأثیری روی قیمت در بازار خودروهای خارجی و البته داخلی ها خواهد داشت. اگر بخواهیم برنامه وزارت سمت را ملاک قرار دهیم فقط تا انتهای بهار باید دویست هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود سمتی ها وعده داده بودند تا پایان امسال 100 هزار دستگاه و تا پایان بهار 100 هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور شود اگر فرض کنیم وزارت سمت برای سه فصل دیگر سال همین برنامه واردات 100 هزار دستگاهی را داشته باشد تا پایان سال 1402 در مجموع باید 400 تا 500 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود همچنین با فرض اینکه یک میلیون و 600 هزار دستگاه تا یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو در سال 1402 به تولید برسد جمع خودروها ارزه شده به بازار در سال آینده به حداقل دو میلیون و حد اکثر دو میلیون و 300 هزار دستگاه خواهد رسید این اتفاق قطعا می تواند به آرام شدن بازار خودرو در صورتی که انتظارات تورمی و قیمت ارز سرکشی نکنند منجر شود. اما در حالت تفکیکی اگر واقعا 400 تا 500 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود میتوان نسبت به افت قیمت در بازار خودروهای خارجی امیدوار بود این بازار طی چهار سال و نیم گذشته به واسطه ممنوعیت واردات و همچنین رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی سعودی شدید را در قیمت تجربه کرده است حال اگر انتظارات تورمی و قیمت ارز را در سال آینده نسبتا با ثبات در نظر بگیریم عرضه 400 تا 500 هزار دستگاهی میتواند قیمت خودروهای وارداتی قدیمی را در بازار بشکند این موضوع همچنین امکان اثرگذاری بر قیمت در بازار خودروهای داخلی را نیز خواهد داشت به هر حال بخشی از خودروهای تولید داخل با توجه به خلع وارداتی ها مرزهای قیمتی را در چهار سال و نیم گذشته فتح کردند بنابراین اگر قیمت در بازار خودروهای خارجی بشکند امکان افت قیمت در بازار داخلی ها نیز وجود خواهد داشت